بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، وقت شما بخیر. به بسته خبری ساعت 10 تلویزیون تمدن خوش آمدید. وزرای خارجه چین و پاکستان بر ادامه کمک‌هایشان برای توسعه اقتصادی افغانستان تأکید کردند. چین کانگ و بلاول بوتو زرداری توافق کردند که کمک‌های اقتصادی و بشری به افغانستان را از طریق توسعه پروژه‌های دهلیز اقتصادی چین و پاکستان در اختیار این کشور قرار دهند. دهلیز اقتصادی چین و پاکستان که 8 سال پیش آغاز شد، بخشی از طرح یک راه و یک کمربند است. سرپرست وزارت صحت عام میگوید که 50% جمعیت افغانستان در مناطق دورافتاده به خدمات صحی دسترسی ندارند. قلندر عباد در نشست با حضور مقامهای ایران، پاکستان، تاجیکستان و عراق در تهران خواهان کمک‌های کشورها برای رسیدگی به نیازهای صحی در افغانستان شد. سرپرست وزارت صحت عام در 26مین نشست این کشورها در حوزه سلامت گفته که تلاش دارند در ارائه خدمات صحی عدالت و تساوی را به وجود آورد، اما با چالش‌های در این راستا مواجه هستند. یک شرکت ترکی آماده سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق از منابع بادی در کشور شده است. رئیس شرکت ساختمانی 77 ترکیه در دیدار با عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب، توافق کردند که هرچه زودتر تفاهم‌نامه همکاری برای سرمایه‌گذاری در پروژه تولید 200 مگاوات برق از منابع بادی را امضا کنند. وزارت انرژی و آب همچنان در اعلامیه‌ای گفته که دو طرف روی توسعه همکاری‌های مشترک در راستای سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های تولید انرژی از منابع مختلف نیز بحث کردند. شماره از دکتران در شفاخانه کووید 19 بامیان میگویند در چند هفته اخیر موارد مثبت کرونا و محرقه در این ولایت افزایش یافته است. طبق آمارهای ارائه شده، در 3 ماه اخیر بیش از 200 تن از افراد مصاب به کرونا و محرقه در شفاخانه کووید 19 بامیان شناسایی و درمان شدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ اعلام کرد برای جلوگیری از سقوط به برخی از رسانه‌ها کمک مالی می‌کند. به گفته سخنگوی این وزارت، تمرکز این برنامه روی رسانه‌هایی است که شدیداً با مشکلات مالی مواجه است. شماری از فعالان رسانه‌ها و خبرنگاران اما می‌گویند این کمک‌ها نباید آزادی رسانه‌ها را سلب کند. مشاور امنیت ملی آمریکا با سفر به عربستان با محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان دیدار و درباره روند صلح در یمن گفتگو کرد. جیک سالیوان در این دیدار مذاکرات برای تثبیت آتش‌بس 15 ماهه در یمن را که پیشرفت قابل توجه داشته است مورد ارزیابی قرار داد. آمریکا پیش از این نیز مدعی شده بود که حامی برقراری آتش‌بس و صلح در یمن است، اما صنعا گفته واشنگتن بخشی از جنگ علیه یمنی هاست و نمی‌خواهد این کشور امن شود. در پی واژگون شدن یک قایق تفریحی در جنوب هند 21 نفر جان باختند. این قایق در سواحل شهر تانور در جنوب این کشور سرنگون شده و 10 نفر نیز به شفاخانه منتقل شدند. پلیس اعلام کرد این قایق بیش از 30 مسافر داشت و در نزدیکی شهر ساحلی تانور در منطقه مالاپورام ایالت کرالا واژگون شد. رسانه‌های هندی گزارش دادند علت واژگونی این قایق تفریحی و گردشگری تا حالا معلوم نیست. وزیر ورزش و ماهیگیری ایالت کرالا هم اعلام کرد احتمال افزایش شمار جانباختگان وجود دارد. با پایان بسته خبری ساعت 10 رسیدیم. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما. روز خوش. خدا نگهدار.